یه لحظه این صدا رو گوش بدین. فکر نکنید که فقط صداش جذابه. هرچی از خوشمزگی و تردی این باقلوا ترکی بگم کم گفتم. درست کردنش هم خیلی راحته. فقط چند تا فوت کوزه‌گری داره که اگه تا آخر ویدیو با من همراه باشید خیلی بهتر و حرفه‌ای‌تر از ترکا باقلوا درست میکنید. بریم که با هم یاد بگیریم. مواد لازمشو کامل داخل کپشن براتون مینویسم. تو مرحله اول شهد رو حاضر میکنیم. شکر رو به همراه آب میریزیم داخل قابلمه. با حرارت کم میذاریم که شکر آب بشه. شکر که آب شد 10 دقیقه تا 1 ربع بهش فرصت میدیم تا شهدمون یک مقدار غلظت بگیره. بعد از 10 دقیقه 1 قاشق چایخوری بهش آب لیمو اضافه کردم. شهدمون که به غلظت رسید 2 قاشق غذاخوری گلاب، 2 قاشق غذاخوری عرق هل و 2 قاشق چایخوری زعفرون بهش اضافه میکنم. بعد از 2-3 دقیقه زیر شهد رو خاموش میکنم که کامل سرد بشه. غلظت شهد باقلوا خیلی مهمه. نباید خیلی غلیظ باشه، نه خیلی رقیق و اینم بدونید که بعد از خنک شدن غلظتش بیشتر میشه. میریم برای درست کردن کره باقلوا. میذاریم رو شعله گاز که کرمون آب بشه. بعد از اینکه کره آب شد، کف روی کره که به اصطلاح بهش میگن دوغ کره رو ازش جدا کنی. این کار باعث میشه که روی باقلوامون در حین پخت نسوزه. باقلوایی که من درست کردم باقلوای گردو هستش. گردو رو به این ابعاد که میبینید خوردش میکنم، نه خیلی ریز نه خیلی درشت. 1 قاشق چای خوری پودر هل رو به گردوی خورد شده اضافه میکنم، مخلوط میکنم و مواد میانی باقلوای ما حاضره. حالا ظرف مورد نظر رو با کره کاملا چرت میکنیم. برای درست کردن این مدل باقلوا باید از خمیر آماده باقلوا استفاده کنیم. بهتره که خمیر باقلواتون تازه باشه، یعنی فریز شده یا یخ زده نباشه. اما اگه فریز شده یا یخ زده بود ایرادی نداره. یکم کار کردن باهاش سخت‌تر میشه ولی میشه کار کرد. 1 ساعت قبل از داخل فریزر درش بیارید، همدمای اتاق بشه، خمیرتون نرم بشه تا بتونید باهاش کار کنید. روی خمیرتون 1 پارچه نمدار بندازید که در حین کار کردن خشک نشه. میریم برای قسمت نهایی و جذاب کار که آماده سازی و رول کردن باقلوا هستش. 1 لایه از خمیر رو با کره کاملا آغشته میکنیم. اگه خمیر رو به 3 قسمت تقسیم کنیم، تو 1/3 پایینی گردوها رو به صورت 1 نواخت پخش کنید. حالا از همون قسمت پایین شروع به رول کردن میکنیم. این قسمت باید خیلی آروم و با احتیاط رولش کنید که خمیرتون پاره نشه. بعد از اینکه رول کردید با دستتون این شکلی با احتیاط فشردش کنید که حالت چیندار و خوشگل بشه و داخل قالب هم جا بشه. حتما دستمال مرطوب روش بندازید که باقلواتون خشک نشه. به همین حالت ادامه میدیم تا ظرفمون پر بشه. من همه باقلواها رو رول کردم. در انتهام 1 دور دیگه روش کره میزنم. قبل از اینکه بذاریم داخل فر، به اندازه های دلخواهتون خمیرتون رو برش بزنید.
بعد از اینکه برش زدید بذارید داخل فر با دمای 180 درجه به مدت 30 تا 40 دقیقه حاضره. فرتونم باید حتما از قبل گرم شده باشه. بلافاصله بعد از اینکه باقلوا رو از فر درآوردید، شهد خنک شده رو باقلوا بریزید. و تا 24 ساعت با باقلواتون کاری نداشته باشید تا این شهد کاملا به خوردش بره و باقلواتون شیرین و نرم و جا افتاده بشه. در آخر هم من از یک مقدار پودر پسته برای تزیینش استفاده کردم. اینم از نتیجه نهایی باقلوای ترکی حرفه‌ای و خوشمزه ما. امیدوارم که درستش کنید، کنار خانواده لذتشو ببرید و کامتون رو شیرین کنید.